همراه خانم آزاده خرمی بسم الله برو شما عوض کن.
سلام. سلام. بفرم. من مادر آزاده خرمی هستم. آزاده خرمی. دخترتون به خاطر بدجابی و ایجاد آلودگی صوتی بازداشت شده. فعلا یه تعهد میده میتونید ببرید. ماشینشون چی؟ ماشین مال کیه؟ مال پدرشون نیستم مسافرت. هر موقع اومدن مدارکو بیارن میتونم خودرو رو هم ببرم. چشم، مرسی. بیا بشین. آدرس. شریعتی. ها. پیش شمرون. بله. کوچه شهید قرقی. شهید قرقی؟ قرقی. جناب من معذرت میخوام، قرقی. 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 خانم شما وسیله هاشو تحویل بگیرید. پلاک 133. اینجا امضا بزنید. انگشت. کجا؟ اینجا. وسیله هاتو جمع کن. دست شما درد نکنه. سلام باشه. اینا بردار. با اجازهتون خدا میتونی بری. نفر بعد آقای علی عزیزی. من سرعت سرعت نمیرفتم به خودو چرتا بودم. آه بی خودی تو برداشتم به خاطر چرتا آوردم اینجا. آقا نارو بکش جلو. خوب کردم. خوب. لباسم دیگه بهتر از این نبود واسه من بیاری دیگه. ساکت. باز ضبطو بردن؟ با چی کار کنم؟ بذار بابات بیاد تکلیف تو رو روشن میکنم. قشنگ حست تو میفهمم. دهنتو ببن. سیگار میکشی؟ من سیگار میکشم؟ بابا اینا تهمت میزنن فیلم جدیدشونه چون میدونن ننده بس دیگه شد. سیگار میکشی؟ ما خانم لیلی با آزاده دعوا میکنه طبق معمول. گوشی با من خدافز راستی بهشم میکنی؟ نه چیزی نشده. نه عزیزا هم خوبه. دارم که هفته چه بار حالا این رو نگیری خیالت راحت نمیشه که شما مرمون بگه دنبال چی میگردی ها؟ شارژرم. حواس نمیذاریم واسه آدم بابا. نه خیر. دنبال این میگردی. بیا. واسه چی بدون اجازه اومدین تو اتاق من؟ بدون اجازه؟ الو شادی. من با تماس میگیرم. شادی آره. اون صدای ضبط و بی ثابت هم کم کن. ای بابا این مامانم به همه چیز آدم کار داره. به جای این قرتی بازی برو درس و مشقت برس. این حرفا رو تو کلانتری یاد گرفتی؟ خوبشو ببینم. هوره. آرش چی کار میکنی؟ آرش! بابا از کجا چی؟ برو اگه دستم بهت برسه اینجا اینجا خودم برات پیدا میکنم. برو. برو ببینم. بذار خودم برات پیدا میکنم. برو ببین. ایناش. خیلی خوب زود باش. میرم. بودو.
چلمن. بده من دست تو. هوله. نمیخوام. یه برو. بشتا. بگیر اینا رو. زود باش. حالا من چجوری اینا رو جمع کنم؟ مزخرف. من از همه تو معذرت میخوام. داداشم یکم تاب داره. بریم. اونو کجا میبری؟ آرش! یک دو سه آزمایش میکنی؟ آی گلهای فراموشی باغ، مرگ از باغچه خلوت ما میگذرد. داس بده. صدا بر اثر نوسان تولید میشه و شدت صدا به نوسان اون بستگی داره. هر چقدر نوسانش بیشتر باشه صدا بلندتر و هر چقدر کوتاه‌تر باشه صدا کمتر شنیده میشه. حرکت صوت هم به صورت طول موجی هستش، یعنی این که طول موجیه که تناوب داره و یه ریتمی داره که میتونیم اونو بذاریم توی نمودار و مثل یه معادله سه‌بعدی بهش نگاه بکنیم که یه ایکس و ایگرگ و زدی داره. حالا میخوایم ببینیم که راجب ماندگاری صوت چه چیزایی میتونیم بگیم. حتما تا حالا شنیدین که میگن تنها صداست که میماند. میخوایم ببینیم که یه نظریه‌ای وجود داره که میگه شاید بشه صداهایی رو که تموم شده و گفته شده دوباره اینا رو شنید. یکی هم زدم خدمت شما. تلفن قطع میکنیم با کلاس وسط اتوبان بودم داشتم حرف میزدم. نه حرف نمیزدم، تو زنگ زدی نمیتونستم با تو حرف بزنم دیگه. بعد پلیس جریمه‌ام کرد. بعد خیلی خوشگل شدی. الله شدی ما خیلی بزرگ قشنگ بودی. آره دوست داری احتنی گاف سیرون توی ایران دیگه گروزه هست نداری. میخوام اونم شکر کنم با من شایسته کردی بگم میخوای آشنا کنم. آره چجوری؟ عالی عزیز تو بگی عزیزم. بح 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 برو احمق بیشون. یه
دیگه تو برو علی خوشا دانشا به زنگ بزن عزیزم برو قربون برو بجا پارم واسه یه ضبط آدم حسابی بنداز آدم حسابی بشه خودت دیگه نه لباسات خیلی خداست دویی دوید الان میره اوتو میزنه به قرآن میگه نه نگاه کن حالا امروز خواهم برم پارتی یه مهمونی خوبه شهرام قاجار و یوسف ریچارد و چه میدونم امیرعزیزی و نمه هستم به جان مادرم اوتو سرد به قرآن رو دیدی گفتم حسن یه دقیقه بیه جا شما دختر چه اینجوری هستین چه اینقدر حسودین شما آقا سلام یه خبر بفهم یه سیلور فرم بده پول داری؟ بله بلکو سلام آقا داوود بابام گفت دوتا دیگه بدی یکی دیگه از این بدی اطلاعات خدا خدافظ همین یکی رو میخوام آزاده این وسایل تو زیر زمین رو کی به هم ریخته؟ آرش واسه چی؟ چه میدونم دنبال اسکیتاش میگشت بیا این سالادو بخور حالا اون آتشخاله رو واسه چی نگه داشتی؟ به خودم مربوطه تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ کجایی؟ پرسیدم کجایی جواب بده تو صدای منو میشنوی؟ جواب بده الو الو صدای منو میشنوی الو سیگاری میزنی؟ من میگم صدا شنیدم تو میگی سیگاری زدی؟ گوشی؟ چیه والا تخت تخت رو میرزی؟ اونا من باز بدبختی شدم دست نزم بیم بر بابا اکبر چی مسخره بازی داده در میاری؟ من دارم با جدی حرف میزنم بله دیگه میزنی دیگه سیگاری میزنی اوتو زدی امروز سیگاری نمیزنی؟ بابک به خدا من صدا شنیدم میگم یه خبرهایی تو این خونه هست دیوانه شدی یا؟ خیلی دیوانه شدی اصلا من دیوانم؟ باشه من دیوونم من چت زدم من خولم تو عقل کلی تو خوبی چرا دیگه زنگ میزنی حمام خوشت میاد میگه تو خونه و صدا میاد خونه چه خبری چی من دیدیم اونجا میگه چی من دارم با جدی حرف میزنم نکن عزیز من سیگاری نکش بنگ نزن علف نکش چرز نخور بابا اکبر چی میخندی دیواله شدی دیگه داری یه کلی از حرف میزنی از زنگ میزنی چت پت میگی اصلا با شوخی ندارم بابک خوش اومدی قطع کرد چایت سرد شد من دیروز تو اون زیرزمین یه صدایی شنیدم و از همون رادیوه باش حرف زدم باور نمی کنی نه؟ چرا؟ صبحونه تو بخ مدرسه داره دیر میشه من فکر میکنم تو این خونه جن هست پس بیچاره جنا دو روزه از دست تو دیوونه میشه شما که اینقدر از دست من زله شدین چرا نمیذاری من برم یه خونه بگیرم تنها زندگی کنم حالم از این خونه به هم میخوره این قبرستون میمونه این خونه ارواحه آدم تو خونه‌ای که زندگی می‌کنه راجبش اینجوری حرف نمی‌زنه. آها.
بچه بحث امروزمون راجع به تاریخ معاصرمونه. اولین موضوعش انقلابه. انقلاب تو لغت به معنی دگرگونیه. اگه از بعد جامعه شناسیش بخوایم نگاه کنیم، انقلاب عبارتیست از قیام اکثریت مردم یک جامعه علیه حکومت اون کشور. حالا میخوایم ببینیم قیام چیه. قیام یک غریزه است. یک غریزه‌ای که وقتی مردم یک جامعه میبینن که شکونات اخلاقی جامعهشون به خطر موضوع بعدی کاپیتولاسیون بچه ها. کاپیتولاسیون یعنی چی؟ یعنی واگذاری حق قضاوت و مجازات اتباع خارجی به یه دولت بیگانه. کاپیتولاسیون سلطه‌ای که از کشور بیگانه بر روی کشور میزبانه. یعنی چی؟ یعنی که قبل از انقلاب آمریکایی‌هایی که تو ایران می اومدن هر کاری که دلشون الو 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 جواب بده. الو صدا میشنوی؟ میشنوم. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ من کد 4257م. تو چی؟ من کد مود ندارم. اسمت چیه؟ اسممو میخوای چیکار؟ خب نباید بدونم. ببینم تو همین اطراف میشینی؟ خانمی که نمیدونم کی هستی بهتره بری اسباب بازی دیگه پیدا کنی. دیگه هم روی موج نیا. نه بابا صبر کن ببینم خود حرف بزنه. الو الو وایسه ببینم گوش کن. الو گوش نمی کنم بابا رو به کارت برس. الو رفتی؟ سلام. سلام آدم کجاست؟ تو زیر زمینه. اشتباهی زنگ زدن. یه دختر هست اومده رو موجمون مشکوک که میترسن صدای منو بشید. امشب تو بخون. چی؟ بیا هر وقت گفتم دکمه رو میگیری میخونی. دکمه رو بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. بر صاحب منصبان و سران نیروهای هوایی زمینی دریایی است که با افراد خود به ملت بپیوندند که اطاعت شاه اطاعت طاغوت است و بر سربازان و سایر قوای انتظامی است که از عواملی که برخلاف مسیر ملت است سرپیچی کنند که اطاعت این عوامر مخالف با قرآن مجید و پیامبر اسلام صلی الله و امام عصر اجل الله می باشد. داودا این دیگه کشی اینجا چی میخواد؟ سلام. این وقت شب اینجا چی کار میکنید؟ مگه نمیدونید حکومت نظامیه؟ نه داریم میریم تو. میریم تو. من میگم اینجا چی کار میکنید؟ میگید داریم میریم تو؟ نمیخوایم درس بخونیم. با کی؟ با این؟ بله رفیقمه. بابا رفیقمه. این رفیقته؟ بله. چند سالت تو؟ سه. کلاس چندومی؟ کلاس زمان تو. این چیه؟ نفر خب بلد نیستم اومدم اینجا قوه مقداره. اینو نمیگم اونو میگم. غلطی خرابه. همیشه همراهشه. دوزا بره خونه شون مادر بره خونه. نه دروازه شما بیا بیده. دروازه شما. الو
الو میشنوی؟ کوچه ها باریکند و کونا بسته. ساکت بابا، بابام اومده. بده من اینو بابا، بده من. بابا اصلا کالا اولی میریم به خدا. تو چرا الان میای؟ بابا من در کوچه نمیام، من میتردم، من میگوته. بلش کن، اعلامیه آوردی؟ آره. بده ببین. ما میای مسجد. از اون بعد چند بار بنویسیم؟ 60 دیگه، نفری 20 تا بعد بنویسیم. از اون بعد نفری 20 تا از اون بعد بنویسیم. آقا من مریض هستم. من خط خوبی. مشقاتو بعد چه جوری می‌نویسی؟ آقا من. میگه خواهرم می‌نویسه، تو بعد بنویسی. همه کارا من دیگه. نه خب ببین یه 10 تاشو خودت بنویس با خط خراب بنویس. من خودم نمیدونم. نه بنویس بیا اینا رو بنویس. باورم نمیشد داوود که تو عمرش تا حالا یه صفحه هم مشق ننوشته بود 33 تا رو تنهایی نوشت. شب حدودا ساعت 11 بود که از خونه زدیم بیرون و شروع به نوشتن شعار و پخش اعلامیه کرد. پدریتون رادیو باز بود، همیشه میرفت رو موج رادیو بازن آماتور. یعنی ما رادیو چرت میکردم؟ یه همچی چیزایی به همه مجوز میدادن؟ به همه نه، ولی یه سری آدم های کله گنده بودن که اونا. پس صاحب قبلی این خونه که از همه آدم ها بود یه ارتشی بود. چرا میشناختی نشون؟ همسایه بود این موقع؟ فامیلی شندلیبی بود؟ تو از کجا میدونی؟ موج رادیو آزان آماتور. نمیدونم، واقعا نمیدونم که من در آینده هم یا اون در گذشته. من تو 30 سال آینده یا اون تو 30 سال گذشته. گذشته یا آینده، راستی راستی کدومش درسته؟ واقعا اون پشت این رادیو نشسته؟ خوبه همونجا بدم. بکر آه خوبه. تاف کو، پایش هم تاف کو، پشک تاف کو. تو درست اتا میکنی؟ سلام آقا داری. سلام علیکم، آشو آخوه. سلام باید نباشیم، چیه؟ حالا، چی بگم خاله؟ سلام علیکم، آجده دا. سلام، خوبی؟ سلام، مرسی. خوش باید. باش، یه چایی بخوری اون بدا بیا ماشین آجده داره به من پاکی بچه. آره باکی خیلی تخته ولی خود بال خودش. سلام، حوصله نداشتم بعد دیگه زنگ آخر نبودم. مامان شما سال 57 اعلامیه پخش میکردین؟ شما
شد من یه سوال بپرسم شما جواب منو بدی؟ الو صدا رو میشنوی؟ جواب بده. الو صدا رو میشنوی؟ الو الو جواب بده. یکم بلندتر حرف بزن. باز تویی که. آها الان واضح شد. سلام، خوبی؟ خب سلام خانم، چرا خودتو معرفی نمی کنی؟ من که همین دیروز خودم رو معرفی کردم. دیروز؟ آزادم دیگه. منظور 10 روز پیشه دیگه. چی 10 روز پیش؟ خانوم کدت چنده؟ با کدوم کد میای روی این موج؟ کد چیه کد میکنی؟ آه اسم تو بگو، آدرس چیه؟ آدرس میخوای چیکار؟ مگه تو آمار منو گرفتی؟ من چیزی گفتم؟ یه لحظه صبر کن. حاتم اندلیبی میشناسیش؟ وقت زنگ زدنه. این صدا چیه؟ هیچی، نویز موبایلمه. چیه؟ موبایلم خفش کردم، ببخشید. ببین من اصلا نمیخوام اذیتت کنم، ولی اگه یه سوال ازت بپرسم راستشو میگی؟ تا چی باشه؟ مردونه؟ گفتم تا چی باشه؟ تو حاتمو میشناسی؟ شاید. ببین به هم میگی امروز چه روزیه؟ سه شنبه. منظورم تاریخه، چندم ماهه؟ 22. 22 چه ماهی؟ خب یعنی چی؟ یه تقویم بگی بذار جلوت. خب ببین من اصلا خودم هم مطمئن نیستم جریان چی، ولی به هم بگو 22 چه ماهیه؟ سه شنبه 22 آذر. 22 آذر 57؟ جاسوسی؟ گوش کن. گوش نمی کنم. ببین اگه دستم بهت برسه بیچارت می کنم، فهمیدی؟ یه دقیقه صبر کن، گوش کن. گوش نمی کنم، گیرت میارم. مدتیه که هر شب حکومت نظامی اعلام میشه، بابامم شبا دیر میاد خونه. ایشم میگه اگه دستم به کسایی که تو محل شعار میمیسن برسه خودم پوستشون رو میکنم، گاهی وقتا از آب وجدان میگیرم. اینا آشنا نیست؟ تو اینا رو کجا خوندی؟ اینم گوش کن. باورم نمیشه تمام اون چیزایی که برام تعریف کرده بود اتفاق افتاد. همونطور که گفته بود داوود شروع کرد به نوشتن شعار. بچه ها وایسی، ببین اینجا رو که نوشتی، شما دوتا میرین این وری، من میرم این وری. خب بنویسی. برشی اینجا داره می نویسه. ببین چه اینجا می نویسی؟ مادر مادر چی بیگه؟ بگه به خاطر اینکه مغازه باباشه کسی شک نمی کنه. خیلی خوب بیان بریم، بیا بوده برو بوده ببینم.
آره لنده خوب واسه من سیاسی باز شدی؟ بابا سیاسی باز مملکت رو به گوه کشیدی؟ بابا من رفته بماره یابو برام داشته چی شده؟ هیچی شما برو تو هیچ میدونی خیانت به مملکت یعنی چی؟ میمردی امشب نمیرفته بیرون؟ بله خیانت یعنی پول بگیری معافی بدی بچه های مردم ببود دهنی چسیف تو برو گم تو نمیدونم واقعا نمیدونم که من در آیندم یا اون در گذشته من تو 30 سال آینده یا اون تو 30 سال گذشته گذشته یا آینده راستی راستی کدومش درسته خانم صدای منو میشنوی؟ من کد 4257 ام. الو اگه میشنوی جواب بده. من حاتمم. خانم صدای منو نمیشنوی؟ نمونه ریختم توی مشروب فروشی سر خیابون آتیشش می‌زدیم. چه بوقای چه بوقای. به قول دبیر ادبیاتمون عرق میسکین به قول دبیر ادبیاتمون آقای بهار ملتی آقای بهار ملتی که شرم آقای بهار ملتی که شرف و عمرش رو ازش بگیرن دیگه به چی نه سال کن نوکرم چطوری؟ سبتون نفت جلد بابک من هر روز از طریق رادیو دارم با این آدم حرف میزنم این آدم این دفترچه آره مال 30 سال پیشه گوش میدی چی میگم تمام اطلاعاتی که این تو هست من به آدم میدم مدتی که هر شب حکومت نظامی اعلام میشه بابام هم شبا دیر میاد دیشب گاهی که دستم از زیر شو گذاشت برسه خودم پوستش رو میگم گاهی وقتا از وجدان میگیرم بابک تمام چیز تو اصلا حواست دارم هست آره دارم گوش میده بگم گوش اصلا چیزایی که من میگم باور میکنی نه یعنی آره نه نمیدونی حسیت خواسته بیا های دنبال یک کتاب راجع به انقلاب میگردم ببین تو خونتون کجاست؟ پیچ شمرون بنبست شهید حسین قروقی پلاک 133 با صد آشناس؟ یعنی چی؟ حسین زنده است ببین میدونم باورت نمیشه منم اولش باورم نمیشد ولی حقیقت داره چی حقیقت داره؟ این که ما هر دومون داریم توی یه خونه زندگی میکنیم منظور چیه؟ تو الان با چی داری با من حرف میزنی؟ با رادیو خب چه شکلیه؟ ببین یه رادیو توی جعبه چوبی بزرگ یه فرستنده هم پایینشه که دوتا بلنگوی مشکی داره یه میکروفون فلزی درسته؟
تو از کجا میدونی؟ واسه اینکه ما هر دومون داریم با همین دستگاه حرف میزنیم. ببین من اصلا نمیفهمم چی میگی. نمیدونم چی باید بگم. خب برای اینکه مطمئن شیم میخوای یه کاری بکنی؟ چه کاری؟ یه چیزی رو یه جای قایم کن. چیو؟ فرقی نمیکنه چی، فقط به من نگو چیه. باشه؟ کجا قایم کنم؟ کجا؟ یه دقیقه صبر کن. ببین یکی از موزاییکای وسط زیرزمین رو بکن. ببین واسه چی؟ چقدر سوال میکنی؟ بکن زود باش. خیلی خوب یه دقیقه صبر کن. ببین کندمش. دمت گرم، 3 ثانیه هم طول نکشید. چی میگی بابا؟ نیم ساعته دارم جون میکنم، حالا چیکار کنم؟ خیلی خوب، حالا زیرشو بکن یه چیزی توش چال کن. چرا به من نمیگی چه خبره؟ ببین فقط هر چی که هست توی کیسه یه چیزی بذار که نم نکشه ها. نم نکشه؟ اینجا که خشکه. خب الان خشکه، منظورم این که اون موقع خشکه، بعد معلوم نمیشه که این همه سال چی میشه. خب حالا یه چیزی بذار زیر موزاییک. خیلی خوب یه دقیقه وایسا. ببین وزن ترازو خوبه؟ آره خوب. مگه نگفتم به من نگو چیه؟ ببخشی حواسم نبود. گذاشتمش. گذاشتیش؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ خیلی خوب صبر کن برم ببینم. مگه نگفتم وزنه رو نذار؟ گفتی ولی من نگفتم چه شکلیه، چند کیلوه. یه وزنه 1 کیلویه. فقط وزنه است؟ چیز دیگه ای نیست؟ چرا؟ با یه انگشتر فیروزه.
سلام. سلام. خوب هستین؟ ممنون. ماما خونه؟ بله بفرمایید. نه مزاحم نمیشم، میشه اینا رو بهشون بدین؟ مامانم فرستادم براش. بله چشم. راستی دیشب صداتون از رادیو شنیدم داشتین اعلامیه آقا رو میخوندین. صدا منو؟ نه ترسین، کسی صداتون رو نشناخت. بله. خب با اجازه. سلام برسون. ببخشید یه لحظه. اعلامیه رو امشب شما پخش کنید. امشب؟ بله. چشم، خیالتون راحت. ببخشید. خواهش میکنم. شون میخوام اینجا رو جارو. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ قبل از ازدواجت کسی رو دوست داشتی؟ خیلی بی حیا شدی. داشتی دیگه. برو دنبال درست. چند روز پیش نیرو انتظامی منم گرفته بود. نیرو انتظامی چیه؟ پلیس دیگه. واسه چی؟ به خاطر روسری و مانتو. روسری مگه هر کی روسری داشته باشه میگیرن؟ آره هر کی روسری و مانتو کوتاه داشته باشه. بله. نمیخوام سرزنشتون کنم ولی دردتون چیه که میخواین انقلاب کنی؟ ببین هر عصری دردی داره، هر نسلی شعاری. شما دردتون چیه؟ نمیدونم. خب شما شعارتون چیه؟ باید حق رو گفت، هرچند تلخ باشه. از سرزنش کسی هم نباید ترسید. گفتی انقلاب کی پیروز میشه؟ 22 بهمن. راستی امروز چندمه؟ امروز 28 آذر. حاتم امشب نری بیرون ها. چرا؟ اگه بری بیرون مامورا با تیر میزننت. اینجا نوشته، نگاه کن. بغل سینما مولنراش پای چپ هم تیر میخوره. بعدش زنده میمونم؟ بعدش پاک شده. تو رو خدا امشب نرو بیرون. بابا نمیشه، با بچه ها هماهنگ کردن. چقدر لجباز، یعنی از تیر خوردن نمی ترسی؟ باید بترسم؟ هدفم مهمتره. شما چرا اصلا یه تریپ دیگه این؟ تریپ؟ چی؟ تریپ. هیچی بابا هیچی. داداش چرا با خودت حرفی زنی؟ آره داداش. حاتم، حاتم میشنوی؟ گوشم با توه. با من؟ من که چیزی نگفتم. Thank you.
الو آزاده کجایی؟ آزاده جواب بده. آزاده جواب بده. اومدم هاتم. خوبی؟ خیلی نامردی. چرا چیزی شده؟ مگه نگفتی این بلا قراره سر من بیاد؟ خب دروغ نگفتم. چرا نگفتی این بلا قراره سر اون بچه ها بیاد؟ یه لحظه گوش کن. دیگه گوش نمی کنم. به هیچ کدوم از مزخرفاتت گوش نمی کنم. دیگه هم نمیخوام از آینده هیچ چی بشنوم. خب تقصیر من چیه؟ من چیزی رو که گفتم اینجا نوشته بود. بقیه‌اش پاک شده بود. من از مدرسه در رفتم چون نگران تو بودم. اگه به من خبر نمیدادی این اتفاق واسه من میافتاد. اینه آواز تشکرته؟ بعد نمیگفتم تا میزدن چلاقت میکردن. آره دیگه اگه التماسم کنی هیچی بهت نمیگم. حالا ازشون هیچ خبر داری؟ سیگار نمیخواستم. رو شماره انقلاب رو میخوام. کیهان سلام آقا داوود. سلام علیکم. آماده این دیگه تمرین نمیخوام. ببین دلم میخواد اوورتوره حسابی جوندار باشه. برو بینم محفظ باشی. من خودم میام. آزاده جواب بده. من اینجام. داوود حالش خیلی بده، من چیکار کنم؟ میدونم اگه کار نکنی از این بدترم میشه. میمیره یعنی؟ اصلا وقت نداریم، باید یه کاری بکنی. چه کاری؟ باید برسونش بیمارستان. بیمارستان نمیشه، من بابام بفهمه میکشتم. اتفاقا فقط بابات میتونه بهتون کمک کنه، مگه دکتر ارتش نیست؟ میگم بفهمه داوود آوردیم اینجا بیچارم میکنه. این چی اینجا نوشتی؟ چی نوشتم؟ بابا یه لقه بیا. بابا بیا داوود رفیقم. داوود چی؟ رفیقم تیر خورده تو را خدا. تیر؟ زیر زمینم بیا. زیر زمین؟ داوود جو. داوود بیا این به عاشقه به عوضی. بابا برو. بابا تو را از خود رو برم نیا. Thank you.
عقب، برید عقب. ببین پسر، این رفیقت حالش خوبه، اما حقش نبود با من این کاری میکردی. تا قبل اینکه به هوش بیاد از بیمارستان بیاریمش بیرون، وگرنه ممکنه شکنجهش کنن. خب حالا میخواین چی کار کنین؟ چی؟ میگم حالا میخواین چی کار کنین؟ نمیدونم. ببین تو دفترچه چیزی ننوشته؟ یه لحظه صبر کن. ببین فقط نوشته از راه پنجره فراریش دادیم. بابا چجوری؟ با اون وضعی که من دیدم اصلا امکان نداره. اونجا آقا میخوام برم داخل ننم رو ببینم. اینجا بیمارستان ننم داخله. ساکه بابا سابره میکنم همون میخوام داخل ننم. من هم باشم شما زنم بالا باشه دو نگاه چیه با بیا کمی با قدقن چیه بابا سبت Thank you.
میرم پایین نمیرم. خوب هستی؟ ممنون. این پسن همیشه میدونی؟ نه میام بابا، بچه من این سر میزن. یه دقیقه صبر کنیم. کلید کجا؟ میرم زیر زمین الان میام. ببین من آدرس جدید رو بهت میدم، بابام خونه رو فروخته. واسه چی؟ به خاطر اینکه نمیخواد دیگه توی محله باشه دیگه. ببین من یه چیزی هم باید به دستت برسونم. باشه، فقط دفترچه یادت نره ها. دفترچه رو؟ خب آره دیگه، اگه ببری چجوری به دست من برسه؟ فقط اون رو زیر موزاییک نذاری ها. من از بین خرت و پرتا پیداش کردم. چیز راستی من هنوز خودم معرفی نکردم. میدونی من کیم؟ دختر آقا خرمی دیگه، همون که این خونه رو خریده. نه نه، اون بابا بزرگمه، من مامانمو میگم. میدونی اون کیه؟ خب میشناسیشا؟ خب کیه؟ مامان من فریده است، همونی که اسمشو تو دفترچت آوردی. چی شد؟ ناراحت شدی؟ نه. تو واقعا دختر فریده ای؟ نه بد میگفتم؟ فکر کنم اگه بدونی خب بهتره. آره بهتره. من دفترچه رو با خودم میبرم. نه چرا؟ آخه در مورد تو یه چیزایی نوشتم، نمیخوام فریده بخونه. در مورد من؟ ولی من چیزی در مورد خودم ندیدم. نکنه همون صفاییه که پاکشون کردی؟ ببین من چالش کردم باید برم، خداحافظ. حاتم دلم واسه تنگ میشه. مطمئن باش پیدات میکنم. اگه لازم باشه همه تهران رو میگردم و پیدات میکنم. بهت قول میدم. خداحافظ. آره حالا یه خود امانتی هم از بعدم میام میبرم. بفهم. خدا حافظ. کلیدارو بده به بابا. اندلیب تماس بگیر. امید دیگه. خدا حافظ.
ببخش. شما میدونین کوچه موجوان کجا؟ نمیدونم. آقا ببخش. شما میدونین کوچه موجوان کجاست؟ نه. ببخشت آقا، شما میدونین کوچه مژگان کجاست؟ خانم ببخشید، کوچه مژگان شما میدونین کجاست؟ آقا ببخشید، شما میدونین کوچه مژگان کجاست؟ نه. آها آها، کوچه مژگان شما میدونید کجاست؟ نه منطقه. ایستگاه بعد آزادی. حاتم 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 حاتم، من آزادم، جواب بده. خیلی بی‌معرفتی. ایران 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 بگ بار مسلسل ها ایران 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 بگ بار مسلسل ها ایران 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 بگ بار مسلسل ها
مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران ایران ایران، رکبان مسلسل ها مشته. آجدا آجدا، رکبان مسلسل تکرار بشه، تکرار. آجی سمعک تو نزدی. آها سلام آقا داوود. سلام علیکم، بفرمایید. ببخشید شما میدونی خونه حاتم کجاست؟ دخترم آزاده، ایشون خواهر حاتم هستن.